از سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای آموزگار سلام و عرض ادب. آقای آموزگار، با توجه به گزارشی که ملاحظه فرمودید، آینده این نسل را چگونه می‌بینید و آیا چشم انداز مثبتی برای اصلاح و تغییر این رویه وجود داره؟ بفرمایید. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. ممنونم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات زائرین مولای ما امام حسین به خصوص در این ایام عزای اربعین، به حضور مبارکتون عرض می‌کنم که آماری که همینطور که در گزارش هم دیدیم وزارت آموزش پرورش ایران ارائه میده خیلی پایین تر از آمار واقعی بازماندگان از تحصیل، چه برای ورود به مقطع ابتدایی و چه در طول مقطع اول و دوم دبیرستانه. آمار خیلی بالاتر از این هاست و این خیلی نگران کننده است، به خصوص با آماری که حاکی از اینه که اکثریت این بچه ها از طبقات بسیار فقیر اجتماع و استانهای فقیرتر ایران هستند. و در کنار این، وقتی قرار بدیم فرار مغزها از کشور رو و پایین اومدن آیکیو کلی ایرانی ها در آمارهایی که یونیسف ارائه داده، متوجه میشیم که عمق فاجعه چقدر بزرگتر از این صحبت هاست. بله، ممنون از همراهیتون. با تشکر از سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران که پیرامون این خبر دعوت ما رو پذیرفتند.